فرید پاشو برو. جارو باید بزنم خونه رو. نمیخواد. پاشو برو. ظرفا مونده چربی گرفته، باز ظرفا شسته بشه. فرید برو. لباسا رو نگاه کن، اینا همش کثیفه، باید لباسا شسته بشه. آقا جون نمیخوام، برو. تو نگاه کن ببین عنکبوتا ریختن تو خونه، اینا گردگیری احتیاج داره خونه. خواهش میکنم. به شیشه رو نگاه کن، شیشه باید شسته شه. خیلی خوب، بعدش برو. اوتو. ببین این لباسا رو نگاه کن، این لباسا یه زن شوهر جوونی سینما اوتو. من خودم اوتو میزنم. بعدش برو. گلدونا رو ناکن، گلدونا پشمار نایده به آب داره. بسه دیگه، برو. بابا زباله ها چی؟ زباله ها بود گند خونه رو برداشت، باز زباله ها رو برم پایین یا نه؟ آقا جون نمیخوام، برو. خرید، خرید باید برم بکنم، باید برم باید این خونه هیچی نداریم، میمیریم ما آخر سر. برو. بانک قبل آب و برق باید بدم، ببین برق قطع میشه میره. میدونم، بعدش برو. دیگه چورت بخوام، این نخوابم. خواهش میکنم، فرید برو. یه همون برم فقط. بابا بس دیگه، برو. خونه خاله یه سر برم خونه خاله. فرید بیام. فرید تو خیلی تنبلی، پاشو برو دنبال کار. سلام. سلام. شد؟ نه. نه. یعنی چی نه؟ یعنی که نشد، یعنی که هیچی. هیچی. الهام خانم ببین چه موزایی خریدم. خوب موزایی خریدم. خوب. اگه بفرما. نشد پس چرا موز خریدی؟ چه ربطی داره؟ موز خریدیم که بخوریم. آدم بیکار میره موز میخره. من فکر کردم موز خریدی که شیرینی پیدا کردن کارتو بدی. موز برای شیرینی؟ چه ربطی داره؟ کار پیدا کردن نکردن من نمیفهمم چه ربطی به موز داره. خودم موز میخره که بخوره الهام جون. مگه اشکالی داره خوردن موز؟ اگه بله. اشکال داشت نمیفروختن. بله اشکالی داره، خیلی هم اشکالی داره. به کار پیدا کردن و نکردنم ربط داره، خیلی هم ربط داره. آخه آدم بیکاری مثل تو که هر روز داره پول از این اون قرض میگیره، میره موز میوه گرون میخره؟ نه، نه که نمیره. میگیره میشونه تو خونش جلوی تلویزیون سیب گاز میزنه. تو چرا عصبانی هستی؟ از چیزی ناراحتی؟ بله ناراحتم، خیلی هم ناراحتم. از چی؟ از اینکه شما ناراحت نیستین ناراحتم. بابا من ناراحتم. اصلا معلوم نیست که ناراحتی. آدم ناراحت که این شکلی نمیشه. تازه من هیچی، اگه مامانم تو رو ببینه چی میگه؟ میگه نه تنها فرید خان کار پیدا نکرده، بلکه خیلی هم خوشحاله، بلکه موز میوه گرونم خریده. خاله خودش میدونه من هر جایی که به فکرم رسیده برای کار رفتم. خب تازه اگرشم نمیرفتم خاله جونم هیچی به من نمیگفت. بله اینقدر خاله نکن. بله اگه زنت یکی دیگه بود خالت میومد قربونت هم میرفت، میگفت قربونت برم که کار پیدا نکردی، سه ما دیگه هم بیکار بمون نوش جونت. ولی حالا که من زنت هم فرق میکنه، تو دامادشی نه خواهرزادش. اونم خیلی از این موضوع که تو کار نداری عصبانیه و هیچ دلیلی هم برای کار پیدا نکردنت قبول نمیکنه. خاله نسرین چی؟ خاله نسرین هم بیکاره، اونم کار نداره، از دست اونم عصبانیه. نه معلومه که نه. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. خب میدونم چه فرقی میکنه. خیلی فرق میکنه. برای اینکه اولا خاله نسرین دامادش نیست، دوما خاله نسرین مسئول یک خانواده نیست، سوما خاله نسرین خودش انقدر ناراحته که هیچکی دیگه نمیتونه مثل اون ناراحت باشه. تو هم اگه مثل اون بودی قضیه فرق میکرد. بله خب دیگه. بله نه تنها کار پیدا نکردی، بلکه موز میوه گرونم میخوری. تازه خاله نسرین امروز رفت اون شرکتی که دیروز آگهیشو تو روزنامه دیده بود، گفت مطمئنم که استخدامم میکنم برای اینکه همه شرایطشو دارم. بفرمایید اینم کار خاله نسرین. ناهید جون، ناهید.
استخدامت کردن؟ نه. چرا؟ آخه همون دیروز که آگهی زده بودن یکی رو استخدام کرده بودن. آره. فدای سرت، اب نداره، ناراحت نشی. نه اصلا ناراحت نیستم که. بله 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 اومدم اومدم. یه وقت جلو الهام فرید نگی ناراحت نیستی. چرا؟ خب آره آره الان میام. هیچی دیگه اون وقت فریدم میبینه تو رو که خوشحالی، اونم که عین خیالش نیست دیگه نمیره دنبال کار. بله. سلام. سلام، چه خبر؟ هیچی ماما، فرید امروز رفته دنبال کار، اما هر جا رفته نتونسته کار پیدا میکنه. اینقدر ناراحته، اینقدر ناراحته که نگو. نسرینم هم همینطور، نمیدونی چقدر ناراحته، اصلا داغون شده بچه. فرید که از داغونم داغونتره. هرچی هم من بهش میگم بابا فرید اینقدر قصه نخور، ایشالا درست میشه، خودتو اذیت نکن، اصلا گوش نمیده. شاید داره عد و عطوار در بیاره از خودش. نه مامان، هیچ حالش خوب نیست. والا اصلا. پس بذار یه سر با نسرین بیایم اونجا ببینیم واقعا حالش بده یا اینکه داره ادا در میاره از خودش. نه که میای. همین الان دیگه پس که. خو خو خو. وای. وای. حالا چیکار کنم مامانم فرید؟ به. ای نداره، حالا بعدا موز بخور، الان فقط ناراحت باش. ناراحت چی؟ ناراحت باش، مامانم داره میاد ببینه از اینکه تو کار پیدا نکردی چقدر ناراحتی. ناراحت باش. بیا. نه اینجوری اصلا فایده نداره. چجوری؟ خیلی ناراحت باش. ناراحت. بیا. اعصاب خورد. خوبه؟ نه یه کمی بیشتر دینا کمه. تو باید یه جوری ناراحت باشی که من بتونم یه چیزی به فرید بگم. چطور خوبه؟ بد نیست. حالا ببینیم اینا فرید در چه حالیه. خیلی هم به نظر نمیاد ناراحت باشه. چرا خیلی ناراحته. ولی من ناراحت ترم. خاله تو چقدر ساده ای، فرید از تو خیلی ناراحت تره. تو چقدر ساده ای الهام، هم من بیشتر از فرید دنبال کار میگردم، هم الان خیلی ناراحت ترم. یعنی چی؟ این کارا یعنی چی؟ یعنی چی هرکی ناراحت تره یعنی بیشتر دنبال کاره؟ من نمیفهمم. حالا به خود ما هر جا که رفتیم نشده. الان اصلا همچین زیادم ناراحت نیستم که نشده. چی؟ زیاد ناراحت نیستی که کار پیدا نکردی؟ نه چرا باید ناراحت باشم؟ نشده خب الان. بله همینه دیگه. بفرما الهام خانم. دیدی؟ اصلا خوشحاله از اینکه کار پیدا نکرده. آدمی هم که خوشحاله کار پیدا نکرده خب هیچ وقت دنبال کار نمیره دیگه. آقا فرید، خاله قربونت بره، تو که میخواستی همیشه بیکار و بیار بگردی، برای چی دختر منو بیچاره کردی؟ تو که دوست داری بیکار بگردی، زن گرفتنت چی بود آخه؟ نه ماما، نه فرید داره شوخی میکنه. طفلکی فرید، از صبح تا شب از این شرکت به اون شرکت دنبال کاره. آره میبینم، من که هر وقت ایشونو دیدم نشسته پای تلویزیون یه چیزی هم داره میخوره. از صبح 2 کیلو موز خریدیم تا میاییم بخوریم اینجوری میکنه. بس موزمونو بخوریم دیگه. چی؟ موز خریدی؟ این موزا رو تو خریدی؟ بله خب. آدم بیکار بلند میشه میره موز میخره؟ از همه بدتر آدم بیکار موز میخوره؟ این نسرین نگاه کن، صبح تا شب دنبال کار، وقت آب خوردن نداره، چه برسه به موز خوردن؟ ناهی جون، حالتا رو ناراحت نباشه، فرید قول میده از فردا بیشتر دنبالی کار بگرده. خاله بیشتر از این؟ والا به خدا از صبح هرچی روزنامه است میگیرم میخونم ببینم هر جا که بهم آگهی دادم میرم دنبال کار. بفرمایید نگاه کنید دیگه، بفرمایید. نگاه کنید، ملاحظه میفرمایید ایناست. بفرمایید دیگه، بفرما نگاه کن. شما که از من ناراحت دارید بفرمایید بخونید. هر جا آگهی زدن رفتم مصاحبه کردم فرم پر کردم،
هر کاری که خواستن کردم آخر سر نمیشه. هر چی هم ببینم میگم آقا ببخشید لطفا میشه برای من کار پیدا کنید؟ آقا تو رو خدا برای من کار پیدا میکنی بیکارم؟ طرفا میگه باشه حالا ببینیم چی میشه دیگه، چیکار باید بکنم من نمیفهمم. بخونید دیگه، بخونید ببینید من چیکار باید بکنم. اینجا رو گوش کن. نیازمند به لیسانس ارتباطات، علاقمند به حرفه مطبوعاتی، جهت کار در یک هفته نامه تازه تأسیس. کو؟ معلوم اصلا ندیدی. اینا چیزه، اینا احتیاج به سابقه کار دارن خاله. کو؟ ننوشته که؟ ننوشته، ولی اینا در بطنشونه، اینا احتیاج دارن به سابقه کار، من میدونم. خب همینه که هیچ جا نمیتونه استخدام بشه، خودش خودشو قبول نداره، دست کم میگیره. مامان سوادش هم داره ها. منم دلم از همین میسوزه. الان هم بلنشه بره با این ریخت و قیافه نو کن. اینجوری کردن کج معلومه کار گیرش نمیاد دیگه. این روزنامه مال کیه؟ مال دیروز. حتما تا حالا هر کی میخواستن گرفتن. نه شاید هم نگرفته باشن. فرید همین حالا پاشو برو. ببین اگه منشی خواستن منم معرفی کنی ها. فرید پاشو. پاشو برو زود باش. لباس مرتب بپوش و شیک و پیش. فرید منو یادت نره. خیلی خوب بابا بذار واسه خودش اول کار پیدا کنه. ای کاش من میتونستم جای فرید برم. 10 دقیقه یه کار گرفته بودم برگشته بودم. مامان کاش که شما به این فرید یاد میدادین که چی کار کنه تا استخدامش کنن. همین خوبه دیگه، نه قشنگه بهم میاد. مامان من که میگم اینم خوب نیست. خوب که نیست ولی خب چاره ای نداریم دیگه. ولی از ظاهر مهمتر طرز رفتار و حرف زدنشی. بری اونجا چی میگی؟ چی ریختی حرف میزنی؟ خب خیلی معمولی حرف میزنم دیگه، میگم سلام حال شما، همینجوری میگی سلام. بله. خب اینجوری اگه کارمندشون هم باشی میندازنت بیرون، چه برسه به اینکه بخوان استخدامت هم بکنن. نه بابا. بله قشنگ برو بگو سلام، خیلی محکم. محکم مثلا اینجا شرکت و دفتر. سلام. یه خود محکمتر. سلام. محکمتر. سلام. دیگه خیلی محکم شد، یکم شلتر. سلام. نه بازم زیاده. سلام. یه سر کمتر. یا شل میگی یا صف میگی، یه جوری بینا بینی بلد نیستی بگی. باید تمرکز کنم یه خورده. سلام. آره حالا گیریم سلامش هم درست بشه. با این همه اخ میخوای بری اونجا؟ چی شد؟ دارم میخندم دیگه. سلام. داری میخندی؟ میگن اخ نکن میخندی، داری میری استخدام بشی، دلقک که نمیشی. این چه حرفی؟ هر کی میخنده مگه دلقک خاله؟ نه هر کی میخنده دلقک نیست، ولی تو مثل دلقک ها میخندی. اه خنده به این قشنگی کجا شده دلقک هاست؟ اه بحث نکن، خب شکل دلقک ها شده بودی. میگه فرید چون دیگه چرا بحث نکن بخونه، ما اینجا هر چی میگیم به خاطر خودت میگیم، تو که نباید دل خورشی. حالا همه اینام که درست شه. اینجوری میخوای بری وایسی اونجا؟ سف وایسا محکم. خوبه؟ آره فقط عینک چی؟ عینک نمیخواد؟ یه عینک آفتابی؟ آره عینک بابا مگه میخوام برم کنار دریا؟ مگه قدم بزنم؟ میخوام برم استخدام شم الهام؟ بابا
مگه آدم فقط کنار دریا عینک میزنه؟ حالا میدونی چیه؟ اصلا اینم خوب نیست. الهام جون هر چی داره ورد و بیار بچینین رو، من خودم قشنگ دست لباس درست براش انتخاب کنم. بپوشه بره. ورد و بیار. برای این آگهی استخدامی که داده بودین اومدم اینجا. مرد حسابی همینجوری سرت انداختی با این داری میری؟ نه شرمندم، داشتم دنبال اتاق مدیر مسئول میگشتم. مدیر مسئول منم، بفرما. شما این؟ بله من. از سوال میکنم جواب بده، سوال نکن. چشم، من در خدمتم. نام؟ سپهری. گفتم نام، نگفتم نام خانوادگی. فرید هستم. فامیلی؟ سپهری. میزان تحصیلات؟ لیسانس. چه رشته ای؟ ارتباطات. چند سالته؟ 29 ساله، متأهل. کسی ازت پرسید مجرد یا متأهل؟ نه خیر. پس چرا اینجوری جواب منو میدی؟ من معذرت میخوام. تکرار نشه. چشم. معدل لیسانس؟ 16.5. 16.5؟ 16.5. 16.5 چیه؟ 16.5 توی لیسانس نمره بدی نیست، خیلی نمره خوبیه تو ارتباطات مخصوصا. اگه 16.5 بد نیست پس چند بده؟ نکنه فکر میکنی 16.5 بیسته؟ نه خیر، من جسارت نمیکنم. مثل این که تو رود خیلی زیاده. عوض که به یک کلمه بگی ببخشید من نتونستم درس بخونم، میرم درس میخونم، داری واسه من یه چیزایی دلیل میری که چی؟ نه خیر، استخدام بی استخدام. تمام، بیرون. این کارو نکنید. من قول میدم دفعه بعد بیشتر درس میخونم. گفتم استخدام بی استخدام. خب بیرون. تمام. من قول مردونه دادم دفعه بعد بیشتر درس بخونم. خب قول دادم دیگه. خیر. شما عصبانی نشید، خواهش میکنم. ببخشید. من معذرت میخوام. تو اتاق بغلی بچهای تحریری بیان ببینم تو اصلا به درد این کار میخوری یا نه. ببخشید، من میتونم اسم شما رو بپرسم؟ میخواستم ببینم که افتخار آشنایی با کیو دارم در این دفتر. خیر، ممکن نیست. هر جور راحتی. با منوچهر سلطان آبادی، مدیر بهداشت نظافت آبدارخانه هفته نامه. خوش بفرم اتاق بغلی. الان بچه تحریری میان ببینن شما به درد این کار میخورید یا نه، که منم وسط یه چایی میارم. دست شما درد میکنه. سلام. بله. ایشون هم؟ بله خودشه. پس شما اومدین که اینجا استخدام بشین. با اجازتون. با اجازتون. بله. آقای دستگوی. چیو نگاه میکنین شما آقای دستگوی؟ من دیدم شما داریم من نگاه میکنیم. خب من گفتم شاید اینجا اینجوریه، نگاه میکنم به هم دیگه. نه ببینید، من که نیومدم اینجا استخدام بشم، شما دارین همینجوری منو به رو بر نگاه میکنین. شما اومدین اینجا استخدام بشین پس من باید شما رو نگاه کنم، درسته؟ خیلی راحتی کن. لطف میکنین یه لحظه بایستید؟ بله با کمال میل. بفرمایید. عزم خواهم، یه دور میتونیم بزنیم همینجا؟ بله لطفا.
خواهش میکنم بفرمایید بشین. خیلی خوب بفرمایید بشینید. نشستم دیگه. نه میخواستم ببینم که بیشتر هم میتونین بشینین یا نه. بامزه بود. خوب بامزه بود. خوب آقا. خیلی. خیلی ممنون. ببینم شما هم بامزه این. بعض وقتا یه شیرینکاری های خونه در میارم خالم اینا میگن خیلی شیرینی. گفتم همون اول که چهرتون رو دیدم فهمیدم بامزه این. خواهش میکنم. بعد شما سواد هم دارین دیگه؟ لیسانس دارم. لیسانس؟ لیسانس که سواد نمیشه که الان دارم اینجوری اینقدر لیسانس های بی سواد ریختن زیادن که اصلا نمیشه گفت مثلا من لیسانس دارم حتما با سوادم که. من متوجه منظورتون نشدم. اگه منظورتون اینه که سواد دارم، بله سواد دارم. بله. نظر من که خیلی مثبته. خیلی خوشحال شدم از زیارتتون. ممنون. حالا ببینیم بقیه دوستان چی میگن. بله. خواهش می‌کنم. بفرمایید. قربان شما. راحت باشین. ایشون سردبیر اینجا هم؟ همایون هوشنگی بودن. عکاس هفته نامه. خیلی شوخن نه؟ چی؟ باز بهتون می‌دادم پرو شدی؟ صدات بیار پایین. سلام. سلام سلام. من رامین رئیزه میدین. رحمتی بفرمایید. من رامین رحمتی هستم، مدیر سرخواهرزاده آقای مدیر مسئول هفته نامه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. شما خوبه؟ خیلی خوشبختم از زیارتتون. که چی مثلا برای چی گفتی؟ بابا باید بدونن که شما هم از خودتون. ببخشید. تو اینجا ما از این حرفا نداریم آقا منو چه. ببخشید. اینجا یه کابوسی داری بنده مثل بقیه برای من فقط مدیر مسئول اینجا هست. بله حتما. خواهش می‌کنم شما لطف کنید که این فرمو پر کنید، اسم مشخصتون هم بنویسید، بعد تشریف برید اتاق روبروی که تا این خودشون شما رو ببینن. چشم حتما. خوشحال شدم. منم خوشحال شدم. خدا نگهدار. دیگه نگیم. نه بفرمی. این آقای رحمتی هم این بقیه آقای کابوسی هم ایشون هم دلش میخواد که خواهرزاده بیدیم نشون بده خودشو. ده باز دوباره روشو زیاد شد. دست بدست پایین. چایید نمبرند بخون مادر. بله بفرمی. سلام. سلام علیکم. شمایی؟ بله بله. این پرسش نمو بفرمی. خواهیش پر کردی؟ بله. بسیار خوب. بچه ها بیاد اینجا بینم. همایون، رحمتی بیاد اینجا بینم. سلام. بفرمایید. خب لابد میدونید، حتما میدونید که این هفته نامه اسم شهر قشنگه و ما در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، هنری، اقتصادی در همه این زمینه ها فعالیت داریم. بله. در تمام این میدونید. بله بله. از کجا میدونی؟ خب از عکسایی که به در و دیوار زدیم فهمیدم. احسن. باریکالله. باریکالله. خواهش میکنم. چه خوب میدونید. خب اون وقت شما فکر میکنی که علاقمند باشی با یه همچین هفته نامه‌ای که در این زمینه ها کار میکنه همکاری داشته باشی؟ بله صد درصد. هستی؟ بله مطمئن؟ بله. هستم بله. اون وقت شما بفرمایید که به ورزش چی؟ به ورزش علاقه داری؟ خوب آقا خوب علاقه دارم. یعنی شما اصلا نمیدونید یه علاقه چقدر؟ وحشتناک. خیلی زیاد. خیلی وحشتناک هست. حالا اینقدرم زیاد نباشه که مسئله پیش نمیاد که. نه خب با این همه علاقه ای که شما به ورزش و ورزشکار داری باید همه ورزشکارا رو هم بشناسی. همه رو میشناسم. همه. یعنی شما اصلا منم میشناسی؟ بله. من کیم؟ شما آقای کاووسی. اون که خودم هم میدونم که بلدم که. نه رشته ورزشی میدونی چیه؟ بوکس، هاکی روی یخ، شطرنج، هاکی روی چمن، بیلیارد، شطرنج، پینگ پونگ. مرد حسابی من قهرمان کشتی بودم. به 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 ماشاءالله. بله
شما اگه شما ببینم اگه مسابقات سال 1968 ندیدین دایی من اونجا کولای کرد. مرد حسابی شما ها اصلا شما دو تو کجا بودید اون موقعی که ما گرد و خاک تشک رو میخوردیم و کشتیم و گرفتیم؟ من قهرمان بودم، تو اصلا بودی؟ نه. چرا گمراهش میکنی تو؟ جان اگه علاقه داشت مثل من میرم نگاه میکرد. دایی جان این دفعه 3000 که به من میگی دایی جان، اینجا من آقای کاووسی ام، مدیرم، رئیسم. ببخشید. یعنی چی دایی جان؟ دایی جان اینجا دایی جان نداری. ببخشید. خب شما بفرمایید، بنده که کارهای مطبوعاتی هم تا حالا سابقه داری، انجام دادی، کار کردی؟ نه خیر، ولی لیسانسم رو تو همین رشته گرفتم، لیسانس ارتباطاتم. کشتی چی؟ کشتی بلدی میگیری؟ بله. کشتی بلدی؟ توی فرم کشتی نبود. نه خیر. نه فرنگی، نه آزاد، هیچ کدومش؟ نه خیر متاسفانه. یعنی چی؟ نه یه سال توی، نه فن کمری، نه زشت زیبایی، نه آفتاب مهتابی، نه یه خمی، دو خمی، هیچی. من این کاره نیستم، من یاد میگیرم، بلد نیستم اینا رو. شرمنده. عجب عجب. خیلی خب، بچه نظرتون چیه راجع به این موضوع؟ به نظر من پسر خوبیه. قربونت برم، ممنون. یعنی فکر میکنم اگه کشتی هم یاد بگیرن دیگه. باز تو نظر دادی؟ کسی از تو نظر خواست؟ خودتون گفتم. تشریف ببرید آقا. آقای داشتم چی میگفتم؟ آقای چی؟ سپهری. شما تشریف ببرید، به ما اجازه بدید روی این فرم درخواستتون فکر کنیم، بیاندیشیم، مشورت کنیم. به هر حال نتیجهش رو من فکر میکنم تا فردا این موقع حتما خدمتتون تلفن میکنیم و میگیم. دست شما درد نکنه، فقط من میتونم امیدوار باشم. انشالله. دست شما درد نکنه. بله حتما. بله حتما. میدونید من تو خونه دچار مشکل مضاعف شدم. اگه لطف کردم. بله حتما دیگه. بله حتما دیگه. خیالت راحت باشه، تو فردا این موقع خبرش بدید. واقعا لطف کردید. واقعا تشکر. من بفرمایید. ببخشید. شرمنده شدم. قربان شما. خدا رو هم. خدا رو هم. گلم قابل نداره شما. بچه بدی نیست، ولی یه خورده قدش بلنده، یه خوردم سیاست. آره دایی میمونم. آره من میگم که بریم تحقیقات محلی بکنیم، بینیم اصلا خانوادهش کی هست، چی کار هست، چی کار میکنم. ما این میخواییم بگیریمش. نه بابا، خب بالاخره میاد اینجا میخواد با اون کارو، شاید دستش کج باشه اصلا. نه فکر نمیکنم. شاید دوزی باشه. بابا چرا؟ ما کجا میتونیم بگیم چیز بیار عدم سوی بشه؟ بله برمی چی شده؟ نه خیر من ببخش اجازه هست من یه طوری شده؟ نه خیر من عرض کنم خدمتتون که من رفتم فکرامو کردم، دیدم که حالا که من همکارتون شدم من به شما گفتم که شما همکار ما شدین؟ نه این دهن من شنیدی شما؟ همه شما چیزی بهشون گفتی که ایشون همکار ما شدن؟ نه آقای کاووسی. رحمتی تو چیزی از دهنت پریده تو این مدت؟ نه دایی جان، من که اصلا حرفی ندادم با ایشون. دایی جان باز گفتی؟ دایی جان این دفعه 3001 که به من میگی دایی جان، بگی این دفعه اخراجی دیگه، هم اینجا پاتو نذار. ببخشید منوچ. بله آقا. شما به آقای سپهری گفتین که نمیدونم با ما همکار شده؟ شما هم چه؟ من؟ بله. نه بیرون بیرون تشریف ببرید. ما تا فردا عرض کردم خدمتتون منتظر جواب ما باشید. ببخشید قصد جسارت نداشتم، من فقط گفتم که یعنی من فکر کردم که همکارتون شدم. بعدش هم خاله من اگر اشکالی نداره حالا لاغل مد نظر داشته. کی؟ با اجازه شما خالم. خاله؟